خانه ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرد. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran, but they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime. And they want change. They want peace, democracy, and human rights. And they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more. Take a stand. Choose a side. TheNewIran.com. همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 9 ماه می 2012. هموطنان عزیز، هر روز که میگذره اتفاقاتی که دوروبر مسائل ایران میفته حادتر میشه، گیج کننده تر میشه، ولی مسلماً اتفاقاتی است که داره میفته و اپوزیسیون مخالفان جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایران، هنوز که هنوزه بعد از 32 سال نتونسته یک صدا بشه، یک سخنگو داشته باشه، دست به دست هم بده در کنار یکدیگر و در این زمان بسیار بسیار حساس و مهم یک صدا بر علیه جمهوری اسلامی و مخالف با سیاست‌هایی که احتمالاً ممکنه به ضرر
مردم ایران بشود بره و لابی بکنه و صحبت بکنه. در همین 3-4 روز گذشته که از روز جمعه گذشته که من خدمتتون بودم تا الان، در این 3-4 روز ببینید چه اتفاقاتی افتاده. اولش آقای نتانیاهو میاد و همه رو سرپرایز میکنه و متعجب میکنه و میگه که انتخابات باید باشه در اسرائیل. تاریخ انتخابات اعلام میکنن با وجودی که زمان انتخابات هنوز نبوده، که ایشون بیاد و بخواد انتخاباتی بذاره برای دولت جدید اسرائیل. 2 روز بعدش دنیا متعجب تر میشه و یکی از احزابی که سالهای سال هست توافقی نداره با حزب آقای نتانیاهو میان دست میدن و ائتلاف میکنن و احتمالاً قدرتمندترین ائتلافی رو که ممکن است در اسرائیل انجام بشه اون ائتلاف رو تشکیل میدن. ظاهراً پس بنابراین انتخاباتی هم دیگر لازم نیست. بنابراین سوال باید بشه که چرا این اتفاق افتاده. بسیاری از تحلیلگران فکر میکنن که اسرائیل و آقای نتانیاهو چون اعتمادی ندارن به این مذاکراتی که قرار است روی روز 23 ماه می، یعنی حدود 14 روز دیگه، 2 هفته دیگه انجام بشه در عراق بین حکومت ملاها و دولت‌های 5+1، چون اعتمادی به اون ندارن، دارن دولت اسرائیل و مردم اسرائیل رو آماده میکنن که اگر تصمیم بگیرن حمله نظامی بکنن به ایران، اگر خوب در بیاد که آقای نتانیاهو کردیت چم میگیره و خوشحال میشن و غیره، اگر خوب در نیاد حداقل از این طرف دولت و حکومت اسرائیل قوی خواهد بود و ائتلاف کرده و اگه اشتباهاتی پیش بیاد و اشکالاتی پیش بیاد، فقط این رو اشکالات مربوط به آقای نتانیاهو و حزب ایشون نمیشه، بلکه این حزب دیگر که ائتلاف کرده هم میشه. اگر هم که خوب در بیاد همه با هم کردیت رو میگیرن، علاوه بر آقای نتانیاهو احزاب دیگه هم این کردیت رو میگیرن. به اضافه این که امروز یعنی چند ساعت پیش در اسرائیل میبینیم که خانم اشتون که نماینده اتحادیه اروپا هست، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست، خانم کاترین اشتون میره و با آقای نتانیاهو در اسرائیل جلسه‌ای دارن، صحبتی میکنن در رابطه با فقط مسئله ایران، که ایشون میاد و نظرات و نقشه راه این کشورهای 5+1 به اضافه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا رو در میان میگذارند با آقای نتانیاهو، که البته در این جلسه این آقای شاول موفاز که رهبر حزب کدیما هم هست، که یه روز قبلش 24 ساعت قبلش میان و با نتانیاهو ائتلاف میکنن، ایشون هم در این جلسه بوده با حزب لیکود و میشینن و صحبت میکنن. جزئیات این جلسه خب مسلماً محرمانه است، بیرون نمیاد، ولی چیزی که در خبرگزاری ها گفته شده، الان منصور میتونه رو صفحه تلویزیون نشون بده، این خبر یاهو هست که 2:15 پیش بیرون اومده در رابطه با این جلسه، و در اینجا هستش که اسرائیل 3 مورد رو مشخص میکنه، میگه موفقیت این جلسه 2 هفته آینده بین حکومت ملاها و دولت‌های کشورهای 5+1 فقط به شرط اینکه این 3 مورد انجام بشود و موافقت بشود و فوری شروع به انجام بشود، اون رو ما میتونیم بگیم یک مذاکره موفقیت آمیزی بوده، وگرنه حکومت ملاها مانند
این سالهای قبل فقط دارن وقت کشی میکنن و دارن دنبال کارهای اتمیشون و بمب اتمی میرن. حالا این سه مورد چه هست؟ یک، the cessation of all uranium enrichment، یعنی فوری تمام کارهای غنی کردن اورانیوم باید استاپ بشه و باید بایسته و تموم بشه و دیگه اورانیوم، غنی کردن اورانیوم دیگه نباید انجام بشه. دو، تا الان هر مقدار که جمهوری اسلامی اورانیوم غنی کرده، تمام این مواد و اورانیوم غنی شده باید از کشور ایران خارج بشه و باید داده بشه به جای دیگه، به کشور دیگه، و ایران دسترسی به اون نداشته باشه. و سوم، این پایگاه، کارخونه هرچی که هست که در قم هست، مرکزی که در قم هست زیر زمین، اون هم باید نابود بشه و باید درش بسته بشه و که دیگه نتونن در اون کار بکنن. سه شرطی که فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما ایرانیان، کسانی که جمهوری اسلامی و این حکومت ملاهای دروغگو و جنایتکار میشناسیم، فکر نمی کنیم که این کارو بکنن. حالا بعد ببینیم که با این فشارهای اقتصادی که روی رژیم هست و کلی فشارهای دیگر روشون هست، آیا اینا جام زهر رو می نوشند اینجوری یا یه کم کمتر و غیره، و آیا اگر کمتر از این سه درخواستی که اسرائیل کرده توافقی بشه، در نهایت ما کجای کار خواهیم بود و چه اتفاقاتی روبروی کشورمون برای کشور ممکن اتفاق بیفته. از این طرف میبینیم که خود آقای اوباما در هفته‌های گذشته یکی دو جا صحبتایی کرده، یا خودش یا اعضای کابینش، که گفتن حالا یک کمی رژیم جمهوری اسلامی غنی بکنه با درصد کم زیر نظر سازمان انرژی اتمی این حرفا اشکالی نداره. البته رسما نیومدن بگن، ولی میدونیم که به نظر میاد که رژیم آقای اوباما الان، چون انتخابات آقای اوباما خواهد بود در 6 ماه گذشته، به نظر میاد که نمیخواهند وارد جنگ دیگری بشوند. میگم به نظر میاد، برای اینکه یک سری کسان دیگری هم هستند که میگوین اتفاقا اگر این اتفاق بیفته و آمریکا داخل یک همچی مسئله بشود، مسئله نظامی با ایران، ممکن اصلا به نفع آقای اوباما باشه، چون معمولاً زمان انتخابات هر موقع جنگ هست، اون رئیس جمهوری که سر کار هست معمولاً به نفعش هست، برای اینکه مردم با زورش جمع میشن و داره مقابله میکنه و جنگ میکنه و مبارزه میکنه با یک کشور دیگر. و مسلم بدونید لابی های جمهوری اسلامی، نمایندگان اصلاح طلبان، اونایی که در نمایندگان، کسانی که در داخل کشور هستند و یا لابی هایی که در خارج هستند، بدون اینکه نام بیاریم، ولی مشخص است که سالها دارن نمایندگی میکنن جمهوری اسلامی رو در واشنگتن و اتحادیه اروپا، مسلماً در این خلایی که اپوزیسیون واقعی و اپوزیسیون برانداز ایجاد کرده، برای اینکه ما اپوزیسیون نداریم نمایندگی درستی در واشنگتن و جاهای دیگه که بریم و با قدرت حرفمون رو بزنیم، خب این کسای دیگه میرن امثال نایک و غیره و شروع میکنن مثل سالهای گذشته یه جورایی همش میخوان به نفع جمهوری اسلامی و به نظر من بر علیه متوده مردم ایران کار بکنن. اینها همش علامتهای خوبی نیست، اینها علامتهای صلح نیست، اینها همش به نظر من علامتهایی است که ممکنه اتفاقهایی بخواد بیفته که همه ما منزجر هستیم از اون، و اون حمله نظامی هست به نیروگاه‌های ایران، به هر صورت به منابع ایران، به ثروت ایران، و فقط و فقط و فقط اینها تقصیرش به گردن علی خامنه‌ای
و تمام دوروبریاش و مزدورانش هستند، احمدی نژاد و غیره. در زمانی که کشورهای جهان صلح میخواهند و میخواهند رفاه برای کشورشون بیارن و برای مردمشون بیارن، اونم کشوری مانند ایران با این همه ثروت، با این همه منابع طبیعی، با این همه استعدادهایی که مردمش دارن، حکومت ملاها هر روز به خاطر اینکه خودشون بتونن در سر قدرت باشن دارن ایران رو به اون لبه پرتگاهی میبرن که احتمالاً کنترل دست ما نیست و الان کنترل افتاده دست کشورهایی که کشورهای غربی و کشورهایی که بر صورت به هر جوری منافع خودشون رو نمیبینن در اینکه جمهوری اسلامی باشه. حالا یه سری میگن منافع نفتی هست، اقتصادی هست، ولی مسلماً این کارهای تروریستی که در دنیا داره انجام میشه، کمک‌های تروریستی که حکومت ملاها میکنه به سوریه، به حماس و حزب الله، به طالبان و غیره، کمک نمیکنه در این رابطه. ما وقت این وسط میبینیم که سه روز پیش، سه چهار پنج روز پیش، یهو کمپانی گوگل میاد تا الان هی عوض میکرد، مثلا خلیج فارس و بغلش خلیج عربی هم مینوشت، بعضی وقتا اینجوری، بعضی وقتا اینجوری. اینا اومدن اصلا اسم رو برداشتن از اونجا، یعنی اصلا نگذاشتن خلیج عربی، نگذاشتن خلیج فارس. دیروز هفتم ماه می، شخصی به نام، یک خبرنگاری به نام دیوید روزنبرگ، یک مقاله در این رابطه نوشته که نسبتاً طولانی هست ولی در رابطه با همین مسئله گوگل هست، که میگه گوگل اومد و یک کاری رو کرد که هفته پیش که یک جرقه رو زد و دوباره یک بحث و دعوای شروع شده در رابطه با این شبه جزیره عربستان، در رابطه با اون قسمت آبی که بهش یا عربیان گالف میگن، خلیج عرب میگن، فقط خلیج میگن، خلیج فارس میگن. یک مقدار آب 250 هزار کیلومتر مربع و این بزرگترین بخش آب هست، قسمت آب هست در تمام نقشه جهان که فعلا اسم نداره. و بعد داره صحبت میکنه در رابطه با اینکه احتمالاً چه چیزهایی باعث این ممکنه شده باشه. میگن این کار دقیقاً سه روز بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد و روز ملی خلیج فارس رو روز 30 اپریل، یعنی حدود 9 روز پیش، 10 روز پیش این کار انجام داد، دو سه روز بعد از اون انجام شد. و بعد اینکه هفته دو سه هفته قبلش که احمدی نژاد رفته بود تو این جزایر ابو موسی و غیره، اینو ربط دارن میدن به این که بر صورت اختلاف بزرگی که بین کشور عربستان سعودی، بحرین، کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی هست در رابطه با بر صورت بمب اتمی داشتن ایران. البته اینجا هم در این مقاله اشاره میکنه که سالهای سال هستش که این خلیج به نام خلیج فارس بوده، یعنی حق رو به ایران و ایرانی میده، همونجوری که ما میدونیم بنا به تمام اسنادی که در سازمان ملل هست، در کمیسیون هایی که چند دهه قبل در اونجا بوده و نام خلیج فارس به نام خلیج فارس اونجا گذاشته شده. بنابراین احتمالاً یه نفر ما میتونیم که یک فرضیه داشته باشیم که بسیاری از این کارها داره با هماهنگی یکدیگر انجام میشه، دانسته یا ندانسته. از یک طرف به نظر میاد آمادگی دولت و حکومت اسرائیل برای حمله نظامی به کشور عزیزمون ایران، به پایگاه‌های اتمی، که مسلماً اگر اونجوری بشه آمریکا کمک خواهند کرد. هفته پیش خدمتتون عرض کردم این جت‌های هواپیمای F-22 به قدری قوی هستند، به قدری قدرتمند هستند، تا کنون هیچ جت هواپیمای جنگنده در دنیا مانند این ساخته نشده و به قدری قدرتمند هستند که حتی حضورشون نیازی نبود در جنگ عراق، آمریکا بر ضد عراق و
حتی افغانستان و این ورسا کشمکش های اخیر، ولی این رو در آوردن و در این هواپیمای جنگنده های F-22 رو آوردن در کشورهای عربی یک تعدادشون رو گذاشتن و همچنین خدمتون عرض کردم هفته گذشته و دو هفته گذشته چندین کشور جهان، چندین کشور اروپایی علاوه بر آمریکا و اسرائیل برای اولین بار اومدن و یک تمرین هایی کردن برای روز اول حمله به ایران که دقیقاً چگونه میخوان اول تمام نیروهای دریایی و هوایی و ضد هوایی رو مانند همون کاری که در عراق اینا کردن اول اونا رو از بین ببرن که بعد راحت‌تر برن و اونجایی که میخوان بمب بنزن به ایران. حالا شما اون رو نگاه بکنید و از این طرف هم نام خلیج فارس رو از نقشه برداشتن که تو اون کشمکش یهو دیدید که آب‌های خلیج فارس هم از دست ایران گرفته شد. خدا میدونه که حالا در تاریخ آینده خواهیم دید چه برنامه‌هایی ممکن است برای ایران ریخته باشن و این فقط و فقط و فقط فقط به دلیل بی‌ارزگی حکومت ملاها هست، به خاطر اینکه اینا پیش خودشون فکر کردن که با تقیه و دروغ میتونن کار بکنن، در صورتی که مسلم است که کشور ایران خیلی بهتر از این میتونست از خودش دفاع بکنه، از آبروش دفاع بکنه، از تمامیت ارزیش دفاع بکنه، رفاه بیاره برای مردمش، ولی متاسفانه به خاطر اینکه یک سری آخوند بی سواد که خودشون رو نماینده خدا میدونن نشستن اونجا، این کار داره انجام میشه. ولی تا وقتی که انجام نشه ما هنوز فرصت داریم. ما در نهاد مردمی و من فکر کنم اکثریت مردم ایران در داخل و خارج از کشور باور به این داریم که تا زمانی که این اتفاق نیافتاده شانسی هست برای اینکه از راه دیگری این مسائل خاتمه پیدا بکنه و تنها راهی که میتونه تمام این مشکلات رو فوری یا بهش فیصله بده و یا این تنش‌هایی که بین گروه‌های مختلف و کشورهای مختلف هست رو پایین‌تر بیاره برکناری این ملاها هست. بنابراین از این زمان حساس‌تر و لازم‌تر و ضروری‌تر برای همبستگی و یک صدا شدن مخالفان جمهوری اسلامی به نظر من در این 32 سال نبوده. الان دنیا آماده است، دیگه مهلت ها داره به پایان میرسه، این مذاکراتی که داره میاد 23 می، و حالا هر نتیجه اونجا بگیرن هنوز تا زمانی که حمله نظامی نشه و جنگی شروع نشه من فکر میکنم ما شانس داریم که بتونیم که تأثیر گذار باشیم به روند این کار و نتیجه‌ای که از اون میتونیم به دست بیاریم. پس باید دید که احتمالاً چه میشود کرد. مسلم هست که اکثر اپوزیسیون خارج از کشور و اکثر مردم ایران مخالف حکومت ملا هستند و میگویند این رژیم باید برود، این رژیم باید براندازی بشود، باید منحل بشود و کلیت و موجودیت این رژیم باید بره. اصلاح طلبا بارها هم خدمتتون عرض کردم اینها حرفی برای گفتن ندارن. نظر شخصی من ایمان فروتن همیشه این بوده، دیروزم در مصاحبه‌ای که در پرژن رادیو داشتم گفتم وقتی همچی سوالی شد، فکر میکنم اکثر عزیزان ما در نهان مردمی نیست همچی فکر میکنن، اینجوری فکر میکنن که کسانی که اصلاح طلب هستن یا از لحاظ فکری عقب افتاده هستند و یا مزدور جمهوری اسلامی هستند. بعد از 32 سال غارت کشور ایران، کشتار مردم ایران، شکنجه، نقض حقوق بشر، بدبختی اقتصادی، نبودن رفاه در ایران، از بین رفتن تمامیت ارضی، امکان هر لحظه حمله به ایران، کسی که بیاد و هنوز بگوید ولایت فقیه باشد ولی اصلاح بشود، به نظر من ایمان فروتن
یا عقب افتاده هستن، فرق نمی کنه چند تا دکترا داشته باشن و چند دانشگاه درس بدن، یا عقب افتاده هستند از لحاظ فکری یا مزدور هستند. فرق میکنه که دیروزم ازم پرسیدم و من گفتم آقا با این اصلاح طلبا میشه مذاکره کرد، صحبت کردیم، گفتم صحبت اشکالی نداره، مذاکره نمیشود کرد، مذاکره دلیلی نداره. کسی که هنوز میگه ولایت فقیه، یا مغزش کار نمیکنه، اونم این ور دنیا در خارج از کشور، و یا مزدوره، جز این چیز دیگری نیست. صحبت چرا؟ برای اینکه به خاطر تماس‌هایی که بعضی از این اصلاح طلبا در رژیم دارن، به خاطر آگاهی و یا دانشی که از داخل رژیم و غیره دارن، می شود باهاشون صحبت کرد و بر اساس جدایی کامل دین از حکومت و برکناری مطلق و انحلال جمهوری اسلامی با اینا صحبت کرد که شماها اگه میخواییم بیاین کمک بکنید، ولی بر اساس این اصول، نه که حالا بهتر میشه چند سال خیر. و بعد احتمالا اگر وقتی که ایران آزاد شد، مسلما کسانی که کمک کردن میان و بقیه میگن بله این آقا و خانم اومدن کمک کردن این رژیم بره، با وجودی که ظاهرا اصلاح طلب بودن. ولی الان دیگه فقط وقت تلف کردن هست برای اینکه با اصلاح طلبان نشستن. این یک. ولی در این حال به نظر من و بسیاری از سازمان‌های سیاسی و جدی، وقتی میگم جدی روی این لغتم تأکید میکنم، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی جدی که صادقانه برای آزادی ایران میخوان کار بکنن، زحمت بکشن، نه اینکه یه ترقه در میره بگیم حالا بشینیم دوره هم ببینیم چیکار میکنیم، پس بعدا بریم تظاهرات بذاریم جلو فدرال بیلدینگ و تموم شد رفت. نه که اون بده، ولی اون جدی نیست. اون یکی از هزاران کاریست که باید انجام بشه. 32 سال هم انجام شده و تنهایی کار نمیکنه. مخصوصا وقتی که بریم جلو فدرال بیلدینگ به فارسی می‌نویسیم مرگ بر خامنه ای. انگار اونا که تو ماشین دارن تو خیابون رد میشن همه فارسی میخونن میگن به به مرگ بر خامنه ای. الان اپوزیسیون داخل و خارج از کشور باید یک فکری بکنه سریع. حالا اگه بشیم تحلیل بکنیم، ببینیم که ما الان چی کار میتونیم بکنیم. مسلم است که به غیر از کارهای لابیگری و غیره که یک صدا باشه، نه اینکه بنده از نهاد مردمی برم مثلا با یک سازمانی، با یک گروهی، با نخست وزیری، با وزارت خارجه صحبت بکنم بگم آقا اینجوری ما نهاد مردمی فلان و فلان، سکولارهای سبز دارن از اون طرف صحبت بکنن ما اینجوری سکولارهای سبز فلان فلان، نمیدونم جبهه ملی و حالا جبهه ملی هم که به تعداد یکی از عزیزان بود میگفت به تعداد افراد جبهه ملی است، خود جبهه ملی ها اکثرا جبهه ملی رو نمیشناسن، حالا بگذاریم، ولی به هر صورت جبهه ملی و نمایندگان جبهه ملی و سازمانهای دیگر، حزب مشروطه و تمام سازمانهای مشروطه خواه و تمام سازمانهای جمهوری خواه، هر کدوم برن و بگن آقا ما هم هستیم و به ما کمک کن، این حرفا 32 ساله نکردن و نخواهند کرد. تنها راه ما این است که در اولین فرصت و با یک فکری که امکان داشته باشه ما رو هر چه زودتر به نتایج برسونه دور هم جمع بشیم در یک پروسه شفاف، بتونیم نمایندگانی جدی که وقت میگذارند، آماده هستن از زندگیشون بذارن، نه اینکه ماهی یه بار بیان جلسه بنشینن و بگن ما جزء اپوزیسیون هستیم، نه، این کار میخواد، زحمت میخواد، شبانه روزی، یه سری که آمادگی دارن از وقت خانوادهشون، از پولشون، از فکرشون بگذارن و بنشینن و کمک بکنن در یک پروسه جدی، در یک پروسه شفاف، در اولین فرصت بیاییم و فکری بکنیم و بریم جلو. یکی از این فکرهایی که راجبش صحبت شده و داره میشه و خدمتون عرض کردم، نهاد مردمی هم در کنار چندی از سازمان‌های دیگر و منفردین داره زحمت میکشه که اون هم به جایی شاید برسه، به نتیجه برسه که اسمی هم هنوز براش نیست، ولی بعضی ها بهش به نام شورای ملی و یا کنگره ملی و چی راجبش صحبت میکنن، این هستش که بتونیم حرفی رو بزنیم که دنیا بتونه گوش بده. حالا موضوع اینه که این حرف چه حرفی رو بزنیم.
مسلم است که ما همه براندازی میخوایم و یا برکناری. لغت براندازی ترجمهش به انگلیسی بکنید مثلا ممکنه overthrow این حرفا باشه و از لحاظ قانونی برای بعضی اشکال داشته باشه، ولی الان اتفاقا با مسائلی که در تونه در سوریه و غیره افتاده، خود کشورهای خارجی و غربی هم آمادگی دارن که خودشون هم از این واژه‌های براندازی استفاده میکنن و آمادگی دارن که اسلحه و تفنگ بدن به اپوزیسیونای سوریه و غیره. ولی ما مسلما میخواهیم و میگیم رژیم جمهوری اسلامی باید برود. وقتی که شما از واژه change of regime و براندازی استفاده میکنید در سیاست و با سیاست مدارهای خارجی، باید در نظر بگیریم که آیا اونها در زمان فعلی در ماه می 2012 بین ماه می و نوامبر 2012 که این همه انتخاباتی که هست، فرانسه پیروز اینجوری شد، اوباما 6 ماه دیگه انتخاباتش هست و غیره، و با اینکه چین و روسیه دارن پشتیبانی میکنن از سوریه و مسلما از جمهوری اسلامی، تا چه مقدار ما میتونیم با درخواست براندازی بدون اینکه پروژه دقیقی داشته باشیم برای این براندازی یا برکناری بخوایم پشتیبانی از دولت‌های خارجی بگیریم؟ و مسلم بدونید و حداقل نظر من هست که ما اگر نتونیم که پشتیبانی بسیاری از این کشورهای غربی رو داشته باشیم، یا از لحاظ معنوی یا از لحاظ مادی یا از لحاظ ابزار و غیره و تلویزیون و رادیو اس ام اس و اینترنت وایرلس و این حرفا، بسیار بسیار مشکل خواهد بود که بتونیم کار رو پیش ببریم. اینجاست که باید فکر پروژه هایی باشیم و صحبت هایی باشیم که حتی اگر فکر میکنیم امکان شدنش کم هست و یا صفر هست، به عنوان ابزار بشه ازش استفاده کرد، یک برای همبستگی و دو برای گرفتن پشتیبانی از این کشورهای مختلف، کمپانی‌های مختلف و غیره برای آزادی ایران و ایرانی. یکی از صحبت‌هایی که تاکنون شده و یکی از جبهه‌هایی که نهاد مردمی داره درش کار میکنه، همکاری میکنه، علاوه بر کارهایی که در نهاد داریم انجام میدیم، علاوه بر کارهایی که طرح کلان نهاد مردمی هست و دو سه جای دیگر کار میکنیم، این یکی در رابطه پروژه‌ای هست به نام انتخابات آزاد در ایران برای رسیدن به دموکراسی، ولی این بار دقیقاً بر اساس جدایی کامل دین از حکومت، پشتیبانی از حقوق بشر، انتخابات آزاد و حتی سوال انتخابات، برای مثال میتونه سوالی باشه برای انتخابات مجلس مؤسسان برای نوع حکومت آینده ایران. یعنی دیگه این فرق میکنه با بروکسل، نشست بروکسل، جنبش رفراندوم 5-6 سال پیش که خود بنده جنبش ایران فردا، اس او اس ایران و بسیاری از همرزمانمون که امروز با ما هستن اون روز هم جلوش وایسادن، که اون زمان دو تا مسئله مهم درش نبود، یکی جدایی کامل دین از حکومت درش نبود، یکی زمان انتخابات درش نبود. برای اینکه موقع میگفتن اگه این حرف رو بزنین بیچاره اونایی که ایرانی حرف رو بزنن میگیرنشون. الان گذشته دیگه، الان میلیون ها نفر دو سال پیش گفتن تو خیابون، روز اول گفتن رأی ما کجا، روز چهارم گفتن مرگ بر دیکتاتور. پس اگر ما بتونیم تمام این گروه ها و سازمان ها روی اصل برکناری مطلق بدون چون و چرا و انحلال و براندازی جمهوری اسلامی، ولی از طریق انتخاباتی که برای انتخاب مثلا نمایندگان مجلس مؤسسانی هست که بر اساس جدایی کامل دین از حکومت و حقوق بشر و عدم تمرکز قدرت و مشارکت مردم در نقاط مختلف کشور و انتخابات آزاد و تمامیت ارضی و استقلال ملی و مساوات زنان و آزادی های همگونه برای مردم ایران دور هم جمع بشیم و تقاضای اون انتخابات رو بکنیم و درخواست رو بکنیم، احتمال زیاد هست و فکر میکنم اصلا دیگه صحبتی نمیشه، اصلا سوالی نیست که مسلم بدونی تمام کشورهای متمدن دنیا و دموکراتی دنیا از اون پشتیبانی خواهند کرد. برای اینکه جلو مردمشون میتونن برن بگن، میگن آقا ما داریم از این اپوزیسیون جمهوری اسلامی که خواستار دموکراسی و یک انتخابات آزاد زیر نظر نمیدونم سازمانهای بیطرف هست و نظارت بیطرف این حرفا، این رو میخواد. کسی نخواهد بود در آمریکا، در اروپا و غیره، فرق نمی‌کنه حزب دموکرات، جمهوری خواه، سوسیالیست و غیره در اروپا آمریکا که با این بتونه مخالفت بکنه.
ولی چون شروط این هستش که باید اصلا سوال انتخابات اون باشه، انتخاب مثلا نمایندگان مجلس مؤسسان بر اساس جدای کامل دین از حکومت، یعنی ولایت فقیه باید برود، این حرفا، اون موقع هست که چند اتفاق بسیار مهم ممکنه بیفته که بعد این توپ برفی که قل داره میخوره بزرگ و بزرگ بزرگتر بشه و بعد اتفاقاتی بیفته که ما باید آماده باشیم برای اون، برای اینکه وقتی این رژیم داره فروپاشی میکنه. اون موقع است که من میتونم ببینم که کشورهای دنیا بیان و کمپانی‌های مختلف با فشاری که مردم دنیا و ما روی اونها گذاشت بیان پشتیبانی فکری بکنن، پشتیبانی معنوی بکنن، پشتیبانی ابزاری بکنن و حتی پشتیبانی مالی بکنن بدون اینکه شرط و شروطی داشته باشه. و اون موقع هست که ما همه سازمان‌ها، فرق نمی‌کنه طرفدار پادشاهی پارلمانی، طرفدار جمهوری پارلمانی، چپ و راست و مسلمان و مسیحی و ارمنی و بهایی و بیدین و بلوچ و آذری و فارس و غیره، همه و همه برای آزادی ایران دور یک اصولی که همه با اون موافق هستیم جمع بشیم، این رو بخواهیم و بعد بتونیم با بودجه‌ای که خواهیم داشت از طرف مردم ایران، شما فکرشو بکنید که یک جلسه باشه امروز اینجا در اینجا و ما تمام این سازمان‌ها در کنار هم ایستاده باشن، افراد شناخته شده احتمالاً حتی شاهزاده رضا پهلوی و غیره نشسته باشن پلوی یکدیگر، با هم دست بدن عکس بگیرن و این عکس در دنیا چاپ بشه، 50 نفر 100 نفر از کسانی که واقعاً زحمتکش بودن و آزادی خواه هستن و دموکرات هستن و در این چند سال حرفی نزدن جز بر کناری حکومت ملاها، و بیا میگن آقا ما اختلافات جزئیاتمون رو قبول داریم و با احترام به اختلافات نظری که داریم بر سر این اصول داریم همکاری میکنیم، و این شخص هم سخنگوی ماست و این شخص هم مدیر ما هست، اجرایی هست، و این گروه هم مثلا هیئت امنا، شورای مرکزی و کمیته مرکزی و هر چیز دیگر، و حالا روی یک سربرگ، روی یک نامه، با این همه اسم و نام، با این همه سازمان ها در پیشگاه مردم ایران که اومدیم و سندی رو امضا کردیم برای همکاری در این چند ماه آینده تا سقوط رژیم، بیایم و از مردم ایران کمک بخوایم از لحاظ مالی و غیره. شما که اونجا نشستید فرق نمیکنه اروپا و آمریکا، حتی اونایی که در ایران هستن، آماده نخواهید بود بیاین کمک مالی بکنید وقتی که این هم از این هم بستگی رو ببینید؟ کشورهایی که الان جمهوری اسلامی براشون یک ضرری داره و از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تروریست و غیره، فکر نمیکنید که آمادگی خواهند داشت بیان و سر کیسه‌شون رو باز بکنن و کمک بکنن شفاف به این همبستگی، رادیو بدن، تلویزیون بدن، موج کوتاه بدن، موج پهن بدن، نمیدونم فکس و اس ام اس و تلفن و غیره این حرفا بدن؟ فکر نمی‌کنید که بعد این گروه، این همبستگی، این شورای ملی با بودجه‌ای که داره، با خزانه‌ای که داره، صندوق‌های باز بکنه برای صندوق‌های اعتصابات که پول برسونه به مردم ایران، که وقتی میرن اعتصاب میکنن و سر کار نمیرن پول داشته باشن برای خانوادهشون و حتی انقدر پول داشته باشن بیشتر از حقوقی که میگیرن؟ این 26 این کارگران این کارخانه‌های نساجی که هفته پیش خدمتتون صحبت کردم 26 ماه حقوق نگرفتن، اینها فکر نمیکنید حالا که بیکارن بیان توی خیابونا و اعتصاب بکنن وقتی بدونن نه تنها حقوق 26 ماهش اونا نمیدن، جای دیگری هست که داره کمک مالی اینا میکنه؟ اینا حساب 2 تا 4 تا است. این همه بچهای خیابانی، این همه زنان، این همه مردان، این همه کارگران، این همه فرهنگیان، پزشکیان، ارتشیان و غیره، کسانی که متنفر هستن، این جرقه ای که ما راجبش صحبت میکنیم این جرقه است. ما میدونیم برانداز هستیم برای اینکه میگیم جدایی کامل دین از حکومت، یعنی ولایت فقیه در سطل آشغال درش هم با یک در آهنی بسته شده. در ضمن میگیم مخالف مجازات اعدام هستیم. در ضمن میگیم بدون خشونت، که حتی اونایی که در رژیم هستن بدونن حداقل اعدام نمیشن، اینایی که اذیت کردن مردمو، بدونن که حداقل دادگاهی خواهند شد، بدونن که اگر کمک بکنن و از بدن نظام جدا بشن جایی خواهد بود که میره شهادت میده میگه بابا اینا اومدن 6 ماه قبل 4 ماه قبل به ما کمک کردن. این اون توپ برفی است که میگن بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه. این اون جرقه ای است که لازمه زده بشه.
اون موقع است که خواهیم دید یهو اتفاقاتی خواهد افتاد که من و شما امروز نمیدونیم. این حرفی است که نهاد مردمی از روز اول زده، میگه ما هیچ فشنگ طلایی و نقره‌ای نداریم که اگه این فشنگ در بشه جمهوری اسلامی میره، ولی اگر سیستم درست باشه، اگر پروسه درست باشه که بر اساس یک طرح و پروژه همه با هم بروند جلو، اتفاقاتی خواهد افتاد که ما از امروز نمیدونیم چه هست، ولی اون اتفاقات رو با آماده بودن براش ازش استفاده خواهیم کرد برای رسیدن به هدف. یعنی چی؟ یعنی براندازی و برکناری این رژیم جنایتکار. و اون وقتی پیش میاد که ما خودمون قدم اول برداریم، ما با هم باشیم، ما به خودمون حداقل نشون بدیم که بابا میتونیم دوره هم جمع بشیم و ادواری و یا هر گونه دیگر یک گروهی بیان سر یک اصولی با هم کار بکنیم. حالا 5 اصل نهاد مردمی نشد، 13 اصل، 14 اصل یک گروه دیگر، خود جنبش ایران فردا 10 اصل داشت. تو اونجا ما یه سری از اصول حقوق بشر رو گفته بودیم، مساوات زنان و مردان و فلان حرفا. اومدیم اینجا نهاد مردمی 5ش کردیم، تمام اون تساوی ها رو و حقوق داشتیم تو حقوق بشر. اشکالی نداره تا زمانی که سازمان های مختلف با هم همخوانی داشته باشن، بعد پایین بیام سر یه واژه که آقا مثلا لغت یگانگی اینجا نیست، یگانگی ایران، نیام جلو. آقا این حرفا چیه؟ و یا اینکه چون لغت مثلا فدرالیست نیومده که یک نوع مدیریت کشور هست ما نمیایم جلو. این حرفا چی؟ عدم تمرکز قدرت. حالا بشینیم توی از الان تا زمان مجلس مؤسسان غیره بنویسیم که چه نوع حکومتی برای ایران خوبه، فدرال خوبه، غیره، فلان حرفا. زمان اون رسیده. امروز چندم می؟ امروز هفتم بود؟ نهم می. نهم ماه می. هموطنان عزیز، ما باید یک مهلت بذاریم. دیروز هم من تو برنامه مصاحبه آقای حجازی گفتم زمان مسخره بازی، زمان شوب گذاشتن، زمان اینکه هی جلسه بذاریم چه باید کرد گذشته. یک سری سازمان ها، یک سری افراد هستن میگن آقا ما میدونیم چه باید کرد. چرا نمیان سازمان ها این تلویزیون های 24 ساعته؟ ما که یه ساعت، ما 4 ساعت برنامه، 5 ساعت برنامه لایو داریم، ما 20,000 دلار هم داریم پولشون میدیم بیشتر. این رسانه هایی که هستن، این رسانه هایی که این همه ساعت دارن، چرا نمیان 6 روز پشت سرم، 7 روز پشت سرم، 8 روز، 10 روز، 15 روز پشت سرم بیان بگن آقا هر کسی که برای برکناری رژیم، نه مثل واشنگتن که حالا اینم بیاد اونم بیاد، نه خیر، اونایی که اصلاح طلبه برن پشت اتاق بشینن گوش بدن یا پای تلویزیون، اونهایی که مخالف رژیم هستن بیان طرح بدن، سیستم رای گیری باشه، تلفن باشه، تمام این سیستما رو داریم، این همه داره پول خرج میشه، چرا نمیکنیم؟ این است که میگم اپوزیسیون جدی کسی که برای شو نیومده، کسانی که برای شو گذاری نیومدن، باید بیایم کار بکنیم. نهاد مردمی آمادگی داره هر جا که باشه بره، هر جا که بوده رفته، به شهادت مردم ایران، به شهادت مبارزانی که سرسر جهان هستن. و امروز که 9 می هست ما باید زمان بندی کنیم. آیا آخر می باید بگیم آقا 21 روز دیگه؟ نه، یه ماه و 20 روز دیگه، آخر جون. نمیتونیم بگیم حالا از الان شروع کنیم، سال بعد ببینیم که چه میشه. پروژه ایران فردا که یک روش نمایی بود برای دوران گذار که آماده است امروز فردا جنبش ایران فردا میده بیرون، با وجود که 8 سال پیش درست شده، هنوز یک مقدار از مطالبش و محتواش اوکی هست. اون در از 90 روز انجام شد. چرا؟ برای اینکه پروژه بود. بنده اومدم گفتم 90 روزه باید انجام بشه. 15 نفر نشستم با کمک 150 نفر دیگه یه چیز نوشتم، 50-60 نفر. پروژه باید زمان‌بندی داشته باشه، باید معلوم بشه کی باید، کی باید انجام بده، چی باید انجام بشه، بازدهش چه است، آوتپوتش چه است، خروجیش چه است و زمان‌بندیش چه است. ما باید برای این حرکت ملی، برای این شورای ملی، برای کنگره ملی با اپوزیسیون صادق و جدی باید مهلت بذاریم، باید مهلت بذاریم و با هم کار بکنیم و در اون مهلت بیایم و ببینیم که چه کاری میتونیم بکنیم و درست بکنیم. اگر صادقانه دوره هم بنشینیم میشود کار کرد با پروسه درست، با روند درست، با آیین‌نامه درست، که 4 نفر تو اتاق میشینن یهو یکی به اون نپره بعد پس سرش شکایت بکنه آقا به من بد گفته، به شرف من چیز کرده، چرا واژه اینو استفاده کرده. نه، باید پخش زنده بشه، مردم میتونن بفهمن کی چی گفته و چرا گفته. پس این یک راهش هست. اگر فکر دیگری دارید بیارید. این موقع است که این سازمان مرکزی، این شورای ملی با پروسه‌ای که درست شده میتونه یک صدا با دنیا صحبت بکنه و درخواست بکنه از انواع پروژه. مردم آماده هستن،
نظامیان، سپاهیان، بسیجیان در داخل کشور آماده هستند، متنفرن از رژیم جمهوری اسلامی. خامنه ای و برادرش و پسرش و خواهرش و احمد نژاد دارن میلرزن، نماینده مجلس نمیدونن دارن چه میشه. فقط کافیه که یه ترقه در بشه، اینا همه ریشه رو میزنن، عمامه رو میزنن، میان بیرون. مردم آماده هستن برن تو خیابون، نه رهبری هست و نه مدیریت. الان اون زمان هست. الان شش ماه پیش از من میپرسید، میپرسیدید، من میگفتم که و گفتم سخت دوباره 2 میلیون آوردن تو خیابون مثل 2 سال پیش که زمان جنبش سبز بود. گفتم رأی ما کجاست؟ میگفتم اتفاقاتی باید بیفتد، زمینه سازی باید بشود، آماده بشه. الان زمینه سازی شده. الان مردم ایران که توی مغازه ها میگن تمام طبقه غذا این حرفا خالیه، داره خالی میشه، مردم از ترسشون دارن غذا جمع میکنن، رفاه نیست، پول نیست، بیکاری، رایانه ها رو اینجوری کردن، احمدی نژاد اونجوری، خلیج فارس اسمشو برداشتن، عربا میخوان حمله بکنن، F-22 اونجاست، اسرائیل اینجوری کرده، اینا مردم آمادن. اگر قرار است که مردم ایران روزی به پا خیزن، امروز اون روز است. امروز نه 19 روز دیگه، 20 روز دیگه، 30 روز دیگه، 40 روز دیگه. ولی از داخل کشور که نمیتونن رهبری بکنن، سرشون رو میبرن. پس وظیفه من و شما و ما هست این کارو بکنیم. شرم بر ما اگر ما نکنیم، شرم بر ما اگر نکنیم. در این زمان تاریخی این همه آدم کشته شد، این همه مردم کشته شدن، این همه فرزاد کمانگیرها کشته شدن و غیره. چند دقیقه وقت داریم انسو جا؟ 8 دقیقه. اون ویدیو چند دقیقه است؟ 7 دقیقه. مبارز نستو، عذر میخوام، دستت بالاست. اگه ممکنه در 1 دقیقه صحبت بکن، من صحبتم طولانی شد. ویدیویی هست که میخوایم پخش بکنیم به یادگاری، یاد فرزاد کمانگیر. بفهمید مبارز نستو. سپاس. دکتر فروتن، ببینید همین صحبتی که الان کردید یک عکس افراد اپوزیسیون و تاثیر بذاره رو فضای جمهوری اسلامی. الان ببینید این سایتی که پوران دختر عزیز زد، بولتن نیوز، متعلق به سپاه پاسداران، خبر داده که شاهزاده با حزب کومولو و دموکرات آقای مهتدی و حزبی دیگر رو آتیش زده. حالا حساب کنید تمام احزاب اپوزیسیون یک طرفه با همدیگه دیدار کنن در یک، چون به نظرم شورا تشکیل بشه، خود جمهوری اسلامی نیمه سقوط کرده، چون خبرش بار روانی داره. براو. همین رو میخواد. مرسی. با تشکر از مبارز عزیز، دقیقا همینطور است. نصف این جنگ، جنگ روانی هست. وقتی که شما دارید میترسید پشت سرتون، حالا برنامه داریم ما، پروژه اختاپوس در نهاد مردمی و بسیار دیگر، بعد زمینه سازی بشه، مردم ایران آماده هستن. شما دور و برتون میدونید که چه کسانی پدر شما رو در داخل کشور درآوردن. 6 ماه پیش از شما خواستیم شروع کنید، خودتون این اطلاعات داشته باشید، چه کسی هست در این رژیم داره کار میکنه، چه کسانی اذیتتون کردن، اسم و آدرسشون در داخل کشور داشته باشید، پیش خودتون برای کسی نفرستید. زمانش خواهد رسید که اینها مثل موش از شما خواهند ترسید، از خونهشون بیرون نمیتونن بیان. زمان آن رسیده، زمان آن است که اپوزیسیون خارج از کشور قدم به جلو بگذاره. اپوزیسیون صادق، اپوزیسیونی که برای پول کار نمیکنه، برای مقام کار نمیکنه، بیاد با صداقت و شفافیت دور هم جمع بشه و بگه ما هستیم و آماده هستیم. به زودی باید این مهلت رو بگذاریم و امیدوارم که در روزها و هفته آینده بتونیم این کارو بکنیم. نگاه میکنیم با ویدیویی که ستاره عزیز بیاد و به یاد بود فرزاد کمانگیر درست کرده، و اگر فرصت بود بعد از اون از شما خداحافظی میکنم، وگرنه از همه الان به شما میگم که مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران ما. حالمان بد نیست، حالمان بد نیست،
غم کم میخوری، کم کم نه، کم کم میخوری. آب میخواهم سرابم میدهند، عشق میبرزم عذابم میدهند. خود نمیدانم کجا رفتم به خواب، از چه بیدارم نکردی آفتاب. خنجری بر قلب بیمارم زدند، بی گناهی بودم و دارم زدند. دشنه این نامرد بر پشتم نشست، از غم نامردمی پشتم شکست. سنگ را بستند و سنگ آزاد شد، یک شب بیداد آمد داد شد. عشق آخر تیشه زد بر ریشم، تیشه زد بر ریشه اندیشم. عشق اگر این است مرتد می شوم، خوب اگر این است من بد می شوم. بس کن ای دل نابه سامانی، بس است کافرم دیگر مسلمانی، بس است. در میان خلق سردرگم شدم، عاقبت آلوده مردم شدم. بعد از این با بی کسی خو می کنم، هرچه در دل داشتم رو می کنم. نیستم از مردم خنجر به دست، بت پرستم، بت پرستم، بت پرست. بت پرستم، بت پرستی کار ماست، چشم مستی تحفه بازار ماست. درد می بارد چو لب تر می کنم، طالعم شوم است باور می کنم. من که با دریا تلاطم کرده ام، راه دریا را چرا گم کرده ام؟ قفل غم بر درب سلولم مزن، من خودم خوش باورم گولم مزن. من نمی گویم که خاموشم مکن، من نمیگویم فراموشم مکن. من نمیگویم که با من یار باش، من نمیگویم مرا غمخوار باش. من نمیگویم دیگر گفتن بس است، گفتن اما هیچ نشنفتن بس است. روزگارت باد شیرین، شاد باش، دست کم یک شب تو هم فرهاد باش. آه در شهر شما یاری نبود، قصه هایم را خریداری نبود. وای رسم شهرتان بیداد بود، شهرتان از خون ما آباد بود. از در و دیوارتان خون می چکد، خون من فرهاد و مجنون می چکد. خستم، خستم از قصه های شومتان، خسته از همدردی مسمومتان. این همه خنجر دل کس خون نشد، این همه لیلی کسی مجنون نشد. آسمان خالی شد از فریادتان، بیستون در حسرت فرهادتان. کوه کندن گر نباشد پیشم، بویی از فرهاد دارد تیشم. عشق از من دور و پایم لنگ،
قیمتش بسیار و دستم تنگ بود. گر نرفتم هر دو پایم خسته بود. تیشه گر افتاد دستم بسته بود. هیچکس از حال ما پرسید، هیچکس اشکی برای ما نریخت. هر که با ما از ما می‌گریخت. چند روزیست حالم دیدنیست، حال من از این و آن پرسیدنیست. گاه بر روی زمین ظلمی زنم، گاه بر حافظ تفعل می‌زنم. حافظ دیوان فالم را گرفت، یک غزل آمد که حالم را گرفت. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می نداشتیم. Yeah.